وزیر خارجه آمریکا طی مصاحبه‌هایی که در سایت وزارت خارجه آمریکا منتشر شد، بر لزوم توقف توطئه‌های تروریستی رژیم آخوندی در اروپا تأکید کرد. پومپئو در مصاحبه با مارک ریردون گفت طی همین هفته یک مأمور اطلاعاتی رژیم ایران در دانمارک به خاطر تلاش برای سوء قصد در داخل اروپا در دانمارک دستگیر شد. این رژیم همچنان بزرگترین حکومت حامی تروریسم در جهان است. رئیس جمهور آمریکا در ماه می از برجام خارج شد و روز دوشنبه ما تحریم هایی را که قبل از این توافق پا بر جا بود مجددا اعمال می کنیم و این رژیم ایران را از پولی که برای دامن زدن به ادامه تروریسم در سراسر جهان به آن نیاز دارد محروم خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا افزود تقریبا همه شرکت های عمده که در ایران تجارت می کردند، اما شرکت های اروپایی و آسیایی و شرکت هایی از سراسر جهان از آنجا خارج شدند. آنها برای استمرار تجارت با بقیه جهان با چالش شدیدی مواجه خواهند بود. رئیس جمهور به روشنی گفته است باید بین تجارت با رژیم ایران یا آمریکا انتخاب کنید و نمی توانید هر دو را انجام بدهید. پومپئو همچنین در مصاحبه با برنامه لارسون با تاکید بر لزوم گردن گذاشتن رژیم به 12 ماده مشخص شده توسط دولت آمریکا گفت این درخواست‌ها شامل توقف شلیک موشک در خاورمیانه، توقف تسلیح حزب الله و توقف فعالیت‌های تروریستی در اروپا است. اخیراً دانمارک یک مقام رژیم ایران را که یک تلاش برای سوء قصد را در اروپا طراحی می‌کرد، دستگیر کرده است. چنین اعمالی باید متوقف شوند.